با ادامه گزارشات امروز آمدیم به سایه احمدشاه بابا مینا و فعلا ما در چاره ملاله قرار دارم. چاره ملاله نشرو در سید جمال الدین افغان شهرک پوری. البته دا سرک حلقوی سرک سره وصلیږي. سرکون دا 15 متره عرض لري او 1325 متره طول لري. په شمول د دواړو طرف ته چې تاسو وینئ ار سی سی جوړ شوی دی او چې خو هر کس سره خود بودهګه چې هر کس هر څه ځمې کړ ور دیموکراسي بودهګه هله خو بهدره خدای ګشتم اسلامي زدهګه یعنی اوش مبرایه انشاءالله نه نه انشاءالله نه نه مبرایه نه نه و اوش نه مبرایه میگه دیگه او تاسو په سړک نن جوړیږي کنه او خیریو څومره مهم او ارزښناک دی ساده سره ډیره ښه ده ډیر دومره په خوشاله یو لکه خپل کورم چې جوړی هر جوان خارجی ها برچی بر ما آباد کنه خارجی ها ما رو تخریب میکنه که ما خود ما وطن خود جور نکنیم خارجی بر تو کار نمیکنه نمونه شدید هم نیته در مثال گذشته یکقدر عمر این امان دلار آمد کل لگیش به جای رفت و در غلط که مونگه شروالی والا نفریدی تاسو خوب سرکیه کنه؟ پا امده سرک گوره لاری مکملی بند دیری در غلط که مونگه نفریدی پایش کارو که مونگه نه چری غټیږي دا تاسو شکمه دایره وینې دا ګول دا ختمیږي ټول سره کیږي څلور خوانه به سره کی چری ختمیږي هر کمی در جای مسجد زمینه زورگیر که سره یک مسلمان سودا کته نمیجام به مردم خیلی خساره رسانده خو دیگه نافهمی دیگه که چری بس که خسته جوړه سی یو منار یو ډیزن باید جوړ شي دلته او دا چری بدل غوړه سی دا ډیره غټه وا الحمدلله الحمدلله نن په دې صحت باندې ډیر خوشاله یم سزه د خپل وطن د خپل کور د خپل آینده چښتل سو د منطقې نه ټول کسان کار کوي تقریبا 15 نفره کار کوي لګیا دي ستان همې شرک سید جمال الدین کې میگم بسیار بر سهولت میشه این سرک بخی سهولت میشه 10 دقیقه شاید برسه پایین دقیقه 10 دقیقه نه که من میگم که 2 دقیقه بخی پارک زاده نه مشارک میباشه رقم که حکومت نباشه قسم به خدا سیر ما قسم بخورم اگه جور شو وطن وطن جور نمیشه یعنی بسیار زیاد اول این نمیسته که می چارایی ختم شود به چارایی نمی به صفر میرسه اینجا بیروبار همی چیزا که از بخی ختم میشه مای پشت است او بغلم سرک جور میشه مای پشت جور میشه وقتی که سرک جور شد آب باشه آبش طرف جوی میره اونجا بعد جای جایا دادش یا طرف جوی در میره که سرک مای پشت باشه باران شو او در جوی میره ور نداشتم گیر رقم سرک آوی تو چیز دو وقتش لبغنی هم بیره ای رکی می من که مارکیت کس خراب میکرد خراب کده نمیتن اسفامی مارت اسلامی است که این مارکیت از زورمنده بود ارس ختم سو اسمان شنس وریز ختم سو تقا خوش سره نوی خو دولس میشت وقت لری منگا حمل که شروع کرده دم تقریبا شپگ میشتی دی کاریم شوی دی او کار پیسدیم تقریبا شپیته پیسده اغه سخت کارونه خلاص شوی دی وس منګه تقریبا نیزی او غسانه کارون ته کې نه چی میگن نه جایداد زورمند مو نه دغه خلاصه از یک روی پاک سرکات تطبیق شده میده شروالی ډیر ښه کار کوي شروالی ته الله جرور کی ډیر ښه کار کوي ډیر نیک کار کوي ډیر نیک خلق دی واد خراب مواد لري هغه ته نو بس به صحیح مواد راوړو لکه مخشن د پاره هغه بیرته ډکو نو هغه مواد خراب دي چې تاسو وینئ پهلن جویچا زړه جویچا و نو لوش او لای او ګند اور چې پکې دي سم کېم ژوند کې 50 خل مال د ژوند کړای درو کې خبر دی هجرت مې کړای دا جهاد مې کړای دا بیا هم دی عمل تر هغه ورسې ژوند دې دن کېږي ورو کې خبر با نام خداوند بخشاینده و مهربان هموطنان عزیز سلام وقت همگی تان بخیر باشه با ادامه گزارشات امروز آمدیم به سایه احمدشاه بابا مینا و فعلا ما در چاره ملاله قرار دارم و جای خوشبختی است که امروز یک سرک استاندارد به شما به معرفی میگیرم سرکی که ماشاءالله کارش تا 60% هم پیش رفته 45 متر عرض داره و نزدیک به 1.5 کیلومتر هم طول داره که از چاره ملاله شروع میشه الا شرک سید جمال الدین بدون شک چاره ملاله یا چاره بودخاک برش بیشتر هموطنان ما میگن یکی از چاره های پر از ازدحام بود و فعلا این چاره هم مکمل تغییراتش میه و این مکمل تخریب میشه و به صفر میرسه به خاطر از اینکه ازدحام از بین بره فقط یک مسیر میشه که از هر طرف موتر بدون کدام مشکل عبور کنه و جای خوشبختی است که ما امروز آمدیم به میسا و با انجینر و مردمان محل هم صحبت ها می داشته باشیم از همه مهمتری که در این مسیر سرک نزدیک به 70 خانه و یک مارکت بزرگ
سبزی که بیشتر مندوی گفتم بشد، مندوی سبزی هم از بین رفته، اما جای خوشبختی است که حالا ما میتونیم به شرک سید جمال الدین در ضرب 5 دقیقه برسیم و در این حال امو پارک زازه مشهوری که هموطنان ما از هر ساحه میاین بالاخره از اینجا دیدن میکنن و ای هم بسیار سهولت شد. بعد از جور شدن این سرک انشاءالله تا 3 دقیقه دیگه از چاره ملاله به خود پارک زازه خواهد رسید. پس دوستای عزیز با ما همراه باشید، با هموطنان صحبتای می داشته باشیم، چگونگی جریان برنامه را از دست ندهید. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستید جانکتون؟ بخیر. سلام. خیر خیرتی. آیشه بگه اشتباه نکنم، دینمی سایی که فعلا سرک تطبیق شده یک مارکت بسیار بزرگ سبزی بود. بود بله. دینمی من دینمی جایی که می شما میبینید نمی اینجا استاد هستن، دینمی یک مارکت کلان برای سبزی بود چون که حال بگرامی انتقال شده از خاطر سرک هستی ویران شد دینمی سرک بیاد. آیشه با تطبیق سرک چقدر خوب میشه، چقدر سهولت بر شما ایجاد میشه، بر مردم ایجاد میشه؟ یعنی بسیار زیاد. اول اینمیست که می چارایی ختم شود، چارایی اینمی به صفر میرسه، اینجا بیروبار همی چیزها که از بخی ختم میشه. یعنی هیچ امکان نداره که باز اینجا کسی به جای توقف کنه یا ترکاری فروشی کنه. باز این سرک جورش اینمی اینجا گرد و غبار سهیست که 70 خانه ویران شد، مگر با بسیاری مردم که بازارها خانه میرسه برشون فایده میرسه، اما که فایده داره که گرد و غبار این بسیاری مردم که این پارک زازه بسیاری مترام بیروبار در روز جمعه وقتا بود انشالله این ختم میشه. پیش این نمیالی که مترام میره از سرک میره که او بسیار خرد است، چی ریکشا گرفته، چی مترا، چی دکاندارا. این نمی سرک جور شد به این بالا کمی از آرخا خانه است، برشان بسیار به همه مردم فایده میرسه، بلکه این نمی چاره به همه افغانستان فایده میرسه. آشان خواستا نمی این سرک سید جمال الدین که میگم بسیار بر سهولت میشه، این سرک بخی سهولت میشه. ده دقیقه شاید برسه، پایین دقیقه ده دقیقه نه که من میگم که دو دقیقه بخی در پارک زاده در می شارک می باشه، چرا که هیچ توقف نیست که یا جمع باشه یا کدام دیگه باشه، همین مستقیم نمی را چهار سرکه جور شد که دو تاش فرایی است، دو تاش رفت آمد متراسته. پیشتر انجینر صاحب گفت که حتی سرکای بایسکل هم در نظر گرفته شده که برای اولین مورد در کابل ما میبینیم. ولی من خودم متروان هستم، من خودم متروانی میکنم، نمیجا دمپر از تکت ما نمی مواد میاریم. ما که میبینیم تنها این سرک نیه که میکلگی افغانستان حال کارتینه برو دیگه جایا برو کدام کارا که این نمیجا شروع شده من در کابل که ما میبینیم، ایچ ما فکر میکنم که در خوام نمیدیدیم، در خوام نمیدیدیم که خانه ویران شوه، این چیزا ویران شوه، بیادر کسی زورواکی کرده یا بازور گرفته یا عرقم گرفته یا خریدن. مگر این همیال این که میبینیم بیادر اون مسرکا از اینجا بگی از دروازه چهار دروازه کابل تا دیگه دروازه این همیتر یک سرکای منظم یعنی 80 متر یا 40 متر این نمیاد انشالله جور میشه. یک موضوع دیگه هم هست که همین نمیمونجا مارکت سبزی که بود مارکت غیر قانونی بود که به اصطلاح جای دولتی گرفته شده بود. ولد این چیز گفته نمیتونیم، شاید یعنی شاید دولتی بود، ده این چیزی گفته نمیتونیم، چرا یک چیز خبر نباشه، چرا یک چیزی بگیم که این مردم خریده بود یا بازور گرفته بود. اما این یا... روزانه صدها نفر هم کار میکرد خالم کارشون به کار خونه شده اون اونجا مارکت خوب منظم خوب صحیح که هم دکان هست هم هر چیز است هم سرک داره. از کارکرد شوروالی کابل به صفت یک شهروند افغانستان چقدر خوشحال است؟ بسیار زیاد، این بسیار زیاد، بسیار. من میگم که کدام کارایی که شوروالی میکنه، من فکر میکنم که من خودم 6 سال هستم، من فکر میکنم که در خوام این چیزها را نمیدیدم، حالی من خود ما به زندگی خود بچه ما خود ما میبینیم جای بسیار بسیار انشالله خیر بیم. شما هم از طرف شما است. زنده باشین بیندای عزیز. این چارایی که صفر میشه
یک مسیر موتر به او طرف میره بدون از اینکه کدام ممانعت در نظر گرفته شود. یکی مستقیم به طرف چاره ماموریت و دیگه هم مستقیم طرف شار میره که خیلی هم خوب میشه، خیلی ازدحام کم میشه و بدون شک گفتیم یکی از سرک های بسیار مطمئن و سرک بسیار عالی خواهد بود که من از انجینر صاحب تقاضا کردم که کدام تریدی از اینمی خود چی داشته بود، گفت بسیار مقبول جور میشه، اما فعلا ما تریدیش در روی نقشه هست که از او جور نکردیم بیشتر و بدون شک که تا 5 ماه دیگه اینمی سرک مکمل کارش تمام میشه، این پروژه هم تمام میشه و مردمان شرق کابل به یک سهولت واقعی خواهد رسید. سلام علیکم باشید. و علیکم خوب هستید انجینر صاحب؟ خیر و خیرت قرار و خریز. کدام ساعت زندگی میکنید آیسا؟ ما خودم بلک شانزه زندگی میکنیم. آدمی سا هاو بود میکردیم. آه دیگه زن قیمت است. دمی زن قیمت است. آیسا این چارایی میگن یکی از چارایی پر ازدحام بود. و حالا با گفته مردمان و همچنان انجینر که مامورشون صحبت کرده میگن این چارایی صفر میشه. و ازدحام هم کم میشه و همچنان دی طرف یک سرک بسیار استاندارد خوب سرک نو جور شده. چقدر خوشحال هستین از چی سرک؟ زیاد خوشحال هستیم به خاطر که وطن آبادی شد دیگه، روز به روز نفوذ زیاد میشه و سرکات تنگ است دیگه، سرکات باید کلان شه و جور شه و بخیر. هر سایه کابل سرک کلان میشه ماشاءالله. بالکل. سرکا که چقدر آزاد باشه مردم خوشحال می باشه. و خودتون باورتان میشد که امارت اسلامی افغانستان بالاخره چنین کار را شروع کنه که در هر سال باور نداشتم گیر رقم سرکاوی تو چه دو وقت اشرف غنی هم ایره که میمن که مارکیت کس خراب میکرد خراب کده نمیتن اسفامی امارت اسلامی است که این مارکیت از زورمنده بود؟ خود دیگه خوی از زورمنده از هر کسی که بود خود حکومتی بود که نمیتونست سر مردم حاکمیت کنه و تطبیق کنه. حالا خون امارت اسلامی است که نمی دیگه سرکار به مردم جور میکنه نه زورمند. سرکه سو که گفت نیست دیگه، یعنی خانه شان آباد دیگه خدا کرشان بر افغانستان اینه بود یک حکومت زورم که به اصطلاح خودش زورمند باشه قوی باشه امیر رقم که حکومت نباشه قسم به خدا سیر ما قسم بخورم اگه جور شو وطن جور نمیشه به خاطر از اینکه هر کس خودش قماندان باشه و خودش چه باشه دیگه حکومت جور میشه یا وطن جور میشه نمیشه. زیاتر این پلی خانه قماندان ها و وکیلای پارلمان یا باز زیاتر کلش هم تخریب می بود خودش. اما موسای خودم حداقل مسرک خودم بند کرده بود که مانیار استاد کرده بود که باش که کسی طرف تیر را تیر نشه و را بند کرده بود. حالا خو کل مانی وارس در او طرف کرده دیگه خود اونا میبینی با سر چشم کل مسلمان ها میبینه دیگه تو خونه است که نمیبینه دور از مردم های اهل افغانستان بر مردم افغانستان همون که میگن سوتا مسلمان همون تو باید سوتا باشه اونا خم که نباشه افغانستان جور جیدن نداره جور نمیشه دمو رقم نباشه والا اگه جور شوی جد هر کمی در جای مسجد زمین زورگیر که سر یک مسلمان سودا کتی نمیجام به مردم خیلی خساره رسانده خود دیگه نافهمی دیگه که مثلا چه میفهمی خو این پیش مردم که کسی غصب کرد و سر ما سودا کرد سر تو سودا کرد خود جای دولتی و دیرم با کی میفهمید که جای دولتی سرک هست نه؟ اونه که الان وقتی که چه آمده که نقشه آمد و میبینه دیگه حتمی توانی شد دیگه یکی از خیانت های بزرگ می بود که در مسیرهای سرک بیشتر اجازه میداد و ساختمان های بسیار بلند جور شد آره فعلا هم وطنهای ما کلشون ضرر دیده خود ضرر دیده دیگه مثلا هیچ اصلا کدام به اصطلاح پشت زبان ها بندیز هم نبود مثلا اوشه خو هر کس سر خود بود دیگه که هر کسی هر چیز میکرد و هر دیموکراسی بود دیگه حالا خود از در خدا گشتم اسلامی دیگه زنده باشی سلامت باشی بزرگترین مارکت سبزی در امی ساحه بود که تخریب شده و یکی از هموطنان ما رو میبینید که حالا فعلا
سبزی را در سر سرک عمومی میفروشند. اینجا خیلی یک مارکت بزرگ بود و حتی مندوی شرق کابل محسوب میشد و فعلا هم یکی از هموطنان ما همینجا مصروف فروش امو سبزی ها هستند بالای سرک عمومی و ما هم باشون صحبت ها میداشته باشیم. اینجا آج سب یک من خودتم صحبت کنیم، آج سب یک من خودتم صحبت داشته باشیم، تو باشی که ما می آج سب صحبت میکنیم. جولی سلام علیکم. خیر و علیکم. خیر مریض خونه خیر جولی. شکر الحمد. مرگری خیدی. شکر خبر خیر. الحمد. کار کراری ده. خیر و خیرت کرار کراری ده. ما شما میریش تو آج سب تو خوب جلبال میکنه. فارسی نپامیدی. فارسی نپامیدی. چرا فارسی نپامیدی؟ و نپامیدی. دی کوم زای هستی؟ اند زورمت یما. د زورمت؟ ها. او دلته په کوم زای کې ژوند کوي؟ دلته د شمشاد کوڅه کې یم. شمشاد کوڅه کې. ها. او د تاسو په سره کوم نن جوړی کنا؟ او خیر یو. څومره مهم او ارزښناک دی تاسو د سره؟ ډیر ښه ده، ډیر دومره په خوشاله یو لکه خپل کورم چې جوړی. او دومره خوشاله یې به. او دلته زورمندان هم ختم شو، ټول سرک تطبیق شنه. هر څه ختم شو، اسمان شین شو، وریځ ختمه شوه، توره شپه راباندې جوړه وه، توره شپه. اوس یې رڼا ورځ ده، الحمدلله. په دې باندې ټول مسلمان خوشحاله دي. بدون شک ما مردم افغانستان خوشحال میشیم وقتی که آبادی رو میبینیم. دلته خو یو غټ مارکت هم و د میوه و سبزی وي. آقا خو دلته و خو آقا داغ سر لری که کنو ها لری شو و دا دیو خدا و بیا با جول سی که خیری و انشالله جولی گی خیر روسته ایسه مانه نه چه خدمت بوتل موتل بانی وچ کن خیر روسته بیننده عزیز ارجمن، در کنار ما انجینر پروژه سایه چاره ملاله الا شرک سید جمال الدین است و در رابطه با چگونگی سرک میپرسیم. با گفته مسئولان یکی از بهترین پروژه های کابل به حساب می. انجینر صاحب سلام، وقتتان بخیر. در رابطه با این پروژه بر ما بگوین که این پروژه یا این سرک چند سرکه میباشن و در این حال کدام سهولت ها را داره؟ مهربانی جونده وسی. دا سرک چه ده تاسو وینئ چاره ملاله نشرو تر سید جمال الدین افغان شهرک پورې. البته دا سرک حلقوي سرک سره وصلېږي. سرکونه د 45 متره عرض لري او 1325 متره طول لري، په شمول د دواړو طرف ته چې تاسو وینئ آر سی سي جوړ شوی دی او دو سرکه دی، یعنی دوه سرکه دي. منځ کې ګلدان لري، په دواړو سایډو ته چې ده په پیاده رو هم لري، نو په پیاده رو سره بیا بایسیکل رو هم لري دواړو طرف ته. ماشاءالله. او بیا ولایټنګ سیستم هم لري په دواړو طرف ته، بیا یو نیم متر ګلدان بل هم ورکوو ورسره د هغې د لایټنګ سیستم دپاره. دا چاره چې ده په شمول د همدې پروژې ده او کارونه خو هغه د تاسو وینئ روان دي. نو نظر به این سیستم که خودتان تعریف کردین انجینر سه محترم، یکی از پروژه های ناب کشور به حساب میاد که هم بایسکل راو در نظر گرفته شده، هم سیستم لایتنگ بسیار به سبک پیشرفته و در این حال دو سرکه و دو سرک هم سرک های فرعی داره و در این حال گلدان خیلی مقبول و زیبا خواهد داشت. و از همه مهمتری که خود همه چاره ملاله هم تغییرات می آید، چاره کلان میشه یا خورد؟ نه، چاره غټیږي. دا تاسو شکم دایره وینئ دا گل دا ختمیږي، ټول سرکیږي، څلور خوانه به سرکی چاره ختمیږي، چاره صفر میشه. او سپریږي به په منځ کې واړه واړه ګلدانونه ورکو نو چاره ختمیږي. چون یکی از دلایل که اینجا بیشتر رابندی بود امی بزرگ بودن چارایی است، چون این چارایی خیلی بزرگ بود و موترها بس بسیار سهولت نمیتونست که مثلا از یک صاحب اصلاحی دیگر عبور کنند و حالا خوبیشی است که دیگر چارایی سفر میشه. و نظر به سیستم کارم که میبینیم ماشاءالله خیلی خوب کار شده، با استاندارد کار شده. کدام پروژه، کدام شرکت البته کار میکنی پروژه را؟ شمس محسوب افغان شرکت دیده او پروژه مطلب استاندارد ډیزاین شوی ده، نو موږ هم استاندارد کار کوو. اینجا را به خاطر چی فعلا کندن کاری میشه؟ دا مخکې زړه جویچه وه، هغه موږ وکنله او هغه سلش لري او مواد خراب مواد لري، هغه ته نوباسو بیا صحیح مواد راوړو د کمپکشن دپاره، هغه بیرته ډکوو.
نو آغا مواد خراب دی چې تاسو وینئ پهلن جویچا زړه جویچا و نو لوشا ولای او ګندور شبکې دی آغا تینو بس انجینر سره محترم ای پروژه چقدر خزینه داره و در چند ماه کاری بالاخره تمام میشه دا پروژه خو نو تقریبا تاغه خو سړی نه وي خو 12 میاشتې وخت لري موږ حمل کې شروع کړی دا تقریبا شپږ میاشتې د کاریم شوی دی او کار په صدیم تقریبا شپې ته بيسده هغه سخت کارونه خلاص شوی دی اوس موږ تقریبا نږدې یو آسانه کارونه ته نو دا به ان شاء الله دوه میاشتې کې کدی خدای رضای موږ تکمیل کړو مسیر سرک چقدر خونه و تخریب شو تقریبا اویا کورونه تخریب شوی دی و پیسې شون شروالی داد و شروالی ورکړې دي و چې وخت به خی قریزی یزي شروع خاطر شد عمل دي کې ریزی به ان شاء الله به د لس ورځو کې دینه دینه کدی خدای رضای شروع شي تکمیل بم شي انشاءالله بسید تشکر سلامت جانده و سپور مدن خیر است بینده عزیز ارجمند قسم کنجینر سب تعریف کردن یکی از بهترین پروژه های شهر کابل به حساب می و از همه مهمتری که امو چارای بزرگی که شما در رقم میبینید چارای هم ختم میشه و دیگه انشاءالله ازدهام در این ساحه نخواهد بود چون بسیاری از هموطنان ما که از مرکز می آمدن به طرف شرق کابل بیم کلانشان همی بود که می چارهی بسیار ازدهام داشت و با ختم شدن این چارهی و سیستم منظم ترافیکی را که انشالله ما شاهدش خواهد بودیم و بالاخره مشکلات ها عمل میشه موتورها میتونن به بسیار سهولت عبور مرور کنه و از ازدهام ترافیکی جلوگیری خواهد کرد و اینجا هموطنان های زیاد ما هستن همراه یک ایدیشان صحبت ها می داشته باشیم در رابطه با چگونگی پروژه که چقدر واقعا خوشحال هستن با تطبیق پروژه چقدر سهولت ها خواهد آمد که بیشتر گفتیم دوستای از اینجا بیشتر مارکت سبزی بود قبلا و با تخریب شدن از او بیشتر هموطنای ما حالا دیگه دمی سر سرک فعلا مصروف کاروبار هستن باش بچه که تیر شم خوب و اینجا کس سبزی مفروشه و کس میوه مفروشه از او طرف بیشترش کم میوه فروشی هستن خب کدامین بیادر که بزنم سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله چی حال داری بیادر؟ ساعتان خوبه؟ شکر الحمدلله سلامت باشین مصروف چی کار بار؟ والد اگر کاری خرسه بارو را و او دلتا خود دیر یا غط مارکیت هم وکنه؟ دلتا والا مارکیت اگر مارکیت ختم شو دیزن اس مارکیت لاده اگر باگرامی دقتا ساجی طرف لاده پویش بی و مخی کاروزگار خو اس کاروزگار دی خراب شوه دی خراب شوه؟ دیر خراب شوه دو و دا غالات که منگ شروالی والا نفری دی تاسو خوب سرکیه کنه؟ پا امده سرک گوره لاره مکملی بند دیری دا غالات که منگ نفری دی پویش کارو کمانگ این سرک فعلا در حالت بازسازی است و یکی سی از هموطنان ما اینجا مالای خود ما بروشن و میگن توسط ناحیه نفرای ناحیه ای کم ناحیه والا بخیت بازابی و پایشوی لگن دیر زیاد ها و در حالت که منگم نپریده و دوره بس وی سیر داشت یا سیر داشت پایشوی در کجا زندگی میکنه شما؟ زندگی امال دم نقل دکو سرکی؟ نه نه در حالت کار روزگار که و کورخ ماغ طرف سره او خو وای سرک چقدر خوب میشه این سرک اگه خیر شه چقدر سهولت میشه بر مردم سرک چه جور شه خبه ویل قال سهولت به خلکو تمام سهولت یم تمام سهولت به شوی خو جور شه جور شه مگر وان دغه نیو لیم قال کی گش دغه پروژه روان دغه سبوری ولا کیونه تیجا ور کړی ها او انجینرش میگه شش مو شده دروغه یو کال نو کلم زیاد وشو اسه وای دغه کو نه غره باندې ونیم کال کی چوران شي وي دی په شو سبوری کار نه پیسې شو نه داد پیسې هر څه ختم شي وي دی ور کړی دی ها وای مارکت است کی بود میگم مارکت از زورمندا بود تقریبا نه نه زورمندا نه و شخصی کس هغه شخصی کس هغه برکای اس کی برکای او مارکت برکای خو چی پیام داری ما پیغام دارم ما چې غون کار او خلکو د کاروزګار برابر کی به خلک بازاب نه کی خلک غریب دی پوشي به زین اور کی ته غزا موږ ته غورپی راکړې به پوشي غورپی مله لګی جنل د دې نه وی وړې پوشي غلطه او زیر نه راکه موږ ته پوه شو حالا خو نمی چاره تخریب میشه اینه می سهام کلش تخریب میشه زو خاطر فعلا دوکان و هر چی بود کلش جمع کرد بل دا پیغام لار ما شي بد موږ ته زینه راکه پوه شو موږ ته زینه راکړو هغه وخت کې اگر بیا سیم نه ویوړ بد موږ ته خپل زینه برته راکی ان شاء الله امیدوار هستم که جای مشخص برشان در نظر گرفته شود تا هموطنای ما از نمی سرگردانی که فعلا در سرک عمومی هستن خلاص شوه
بیندای عزیز یکی از هموطنای ماست که اگر فراموش ما نشه تقریبا نزدیک به دو ماه قبل ما برایش مصاحبه داشتم. آشتم سلام علیکم. و علیکم سلام، څنګه یې؟ جوړه طبیعت ښه ده؟ سلامت باشه. خیرت ده. محترم اینم ماشاء الله بازم سرک سازی و بازم خود ته پیدا کردیم. بس خوشحال اوسې تاسو خدمت ته الله پاک اجر درکی. او دغه خدمت ته د شروالی او د اسلامي امارت روان کړی دا ډیر ښه کار ده، نیک کار ده. او دا چاری خلاصه کړله، سرکونه یې جوړ کړل او الله دې توپی خور کی او باید نور سرکونه هم جوړ کی. دغه الکوی سرک دا رنګ روډ ورته یې الکوی ورته یې دې ته ډیر ضرورت ده. دلته نور سرکونه دي داسې خیږي دې ته ډیر ضرورت ده. یکی از چاری های پر ازدحام بود. حال میگن این چاری مکمل سفر میشه و بالاخره هم مسیر میشه که موتر به بسیار سهولت میتونه انتقال بیافته. چقدر خوب میشه با تطبیق سرک و این سرک چقدر سهولت ایجاد میکنه بر مردمان همین محل منطقه؟ دا خو ډیر سهولت دا 15 دقیقو کې چې جمال الدین شهرک، دولزی شهرک، داود شهرک ته پارک ځاځي چې دلته خلک سیل ته راځي دا د سیل جی ده او لاره نه بندیږي. مخکې به ډېره زیاته لاره بنده وه. دا چرۍ باید ښه ښایسته جوړه شي، یو منار یو ډیزاین باید جوړ شي دلته او دا چرۍ باید لږ وړه شي. دا ډېره غټه وه، د خپل غټه وه که نه موټر. محترم از کار ښاروالۍ چقدر راضي هستین؟ وایي که نه چی میگن نه جایداد زورمند مو نه دګم خلاصه از یک روی پاک سرکا تطبیق شده میده. ښاروالۍ ډېر ښه کار کوي. ښاروالۍ ته الله اجر ورکړي، ډېر ښه کار کوي، ډېر نیک کار کوي، ډېر نیک خلک دي. خو موږ یو خاص دا د دې منطقې چې د الکوی سرک شروع کړي رنګ روډ چې د کابل رشم کم شي، غټ موټرونه په هغه باندې لاړ شي، اطفایې په هغه لاړې شي، امبولانسونه په هغه سرک باندې لاړ شي او دلته دا خلک باید دې شیانو نه په عذاب دي او الکوی سرک باید شروع شي. رنګ روډ باید ډېر ضرور ده، رنگ روډ باید شروع شي. میدونشک سرک حلقوی به خاطر مرکز خیلی ضرورت است، قسمی که صاحب گفتن. و این سرک ها ماشاءالله خیلی سرک استاندارد است، حتی سرک هایی را در نظر گرفته که برای موتورسایکل و بایسکل هم در نظر گرفته شده، سرک های مخصوص. و دا پرای سرک هم لري، دا څلور سرک ده، 40 متره سرک ده او دا ښه استاندارد باندې جوړ شو. ډېر ښه مواد یې راوړل، ډېر ښه ماشینونه یې راوستلي دي او ډېر ښه استاندارد باندې جوړوي، ډېر استاندارد باندې کار کوي. مخکې د دې چارې داسې خاص اوبم نه وې وتلې، اوس یې اوبم او ویالې ورته لختي هر څه ورته برابر کړل او اوس چارۍ کې کار روان ده او دا ګلدان هم ښه ښایسته ګلدان ده او د رنګ روډ ډېر ضرورت ده. موږ دغه منطقې ته باید رنګ روډ جوړ شي. و خودتان باورتان میشد که در کابل این رقم کار روان شو و بالاخره با آمدن امارت اسلامی افغانستان؟ یعنی امارت اسلامی خو ډېر نیک خلک دي، د کابل ښار کې ډېر غټ کار وکړ، پخوا ډېر ډالر راغله چا کار نه کاوه که نه. نو اوس خو دې ښاروالۍ ډېر ښه کار کوي. یار جی کې پخواني پاتې سرکونه دوی جوړ کړل، نو الله دې توپی خور کړي چې دا کار د رنګ روډ کار هم باید وکړي. دا ډېر ضرور ده. سلامت باشین بیندای عزیز، با هموطنان دیگه هم صحبت ها می داشته باشیم در رابطه به چگونگی سرک و چقدر واقعا خوشحال هستن از تطبیق سرک. یکی از سرک هایی بود که گفتم ازدحام در این خیلی زیاد بود. تنها چاره ای را شما ببینین، شاید از سیپس ما هم زیاد باشم. این چاره ای فقط گرد کرده بودن، هیچ چیز هم درش نبود، نه سر سبزی داشته، نه کدام درخت داشته، نه کدام زیبایی داشته، فقط یک حلقش کرده بود دیگه، ای که هیچ چیزی هم نداشت. حالا فعلا این مکمل به سفر میشه، خراب میشه، بعد از او انشاءالله یک نمای خیلی مقبول مثل چاره های دیگه که ما میبینیم در چاره مختلف مثل چاره وزیر اکبر خان، چاره پل سرخ که خیلی یک نمای مقبول داره و همچنین چاره بوست و چاره متعدد دیگه که در کابل جور شده. انشاءالله این چاره هم که بدون شک چاره ملاله یا قهرمان ملی افغانستان است، انشاءالله یک زیبایی خاص برش داده خواهد شد و با تطبیق سرک هم بالاخره جلوگیری از هر نوع حوادث ترافیکی اینجا خواهد شد انشاءالله. بیندای عزیز در کنار ما همت یک جوان میگیم دیگه، ماشاءالله همت جوان کاکه است. یکی از کدام ولایت است و فعلا در کدام ساحه زندگی میکنه؟ برایش صحبت بکنیم. آشب سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله الحمدلله، نن په دې صحت باندې ډیر خوشاله یم. سزه د خپل وطن، د خپل کور، د خپل آینده چښتن سو حواله ته به سوال کوو. او دا افغانستان د ورو کې د خبره خدای دې موږ وطن جوړ کړي، ورو کې دې موږ د آینده لپاره جوړ سي. موږ مشرانو دې موږ خو خلکو ډیر قرباني وکړي، ورو کې خدای پاک دې نور خوشاله لري. خدای دې جنت پیردوسی ټول نصیب کړي، دا وطن سي موږ جوړ سي، آینده به دې موږ ښایسته سي. څوک پردي مزدوري کوو، څوک موږ پردي سړکونه جوړو، ورو کې خبر ده باید خپل سړک جوړ کړو، خپل کور جوړ کړو. کې خبر ده موږ وطن درو کې، دا دې ورځ خبر نه ده، دا دې دور خبر نه ده. همیشه ژوند موږ دلته کوو، موږ مړی به په عزت کې وي، د موږ ژوندی به په عزت کې وي، د موږ ملي اردو هر څه آینده عزت په ټول په عزت کې وروره. زه اصلاً کې یم د پکتیا، پکتیا کې بیا ولایت د ګردیز یم، او اوس هم اوس خاص په دې کابل کې. بس هر مسلمان لپاره دعا کوم چې الله دا سره جوړ کړي. یا الله دا سره کې یم ژوند کې پنځه څلوېښت کاله مال د ژوند کړی ده، روکې ده خبر ده، هجرت مې کړی ده، جهاد مې کړی ده، بیا هم دې ملک ته راغلم چې ژوند دیدن کېږي، روکې ده خبر ده. خدای پاک دې موږ ته ښه آینده جوړ کړي. د شاروالۍ نه څومره راضي او دلته ټول زه لاله نه راضي یم، د عوام آینده نه راضي یم، روکې ده خبر ده. خدای ښایسته کړي، روکې خبر ده، نو خپله موږ ته ښایسته پیدا کړو ان شاء الله. کول هم ښایسته کېږي، الحمدلله الحمدلله، دا به خپله ښایسته پیدا کړي چې په هر شي باندې لاس وي هغه تازه کېږي. انسان هم د شاید جای جایداد هم د شاید ورو سر سپین هم د شاید ورو کې سلاس کې ونه داسې نه خایسته کې ورو کې دا به خامخه خایسته کې ورو کې خبر آینده به په مخول ورو کې خایسته خپل هم خایسته بس الله دې تاسو نه خایسته کې ورو کې الله دې دا وطن هم خایسته کې او دې راز وایا دومره شایسته ده څه استفاده کوي دا څه دا چې بعد باران زیات کنه مشکل زیات کنه دا ما دې د فارس سمې پازت کوي ما صحت به ورسې ما صحت سینې ما وطن سره کوم سکي دا مړګېډه پارسي دا وطن به جوړوو هو موږ تاسې به روزي نیسو، روکې دا وطن تقوا پرهیزګاري به کړو، روکې پنځه وخته لمونځ به جمع کړو، روکې خبر چې د موږ آینده نوره په مخ ترکې وي، روکې خبر نور څه خدمت وروره. مننه. سلام علیکم. و علیکم سلام، چطور میشی؟ شکر الحمدلله، مننه. شما می سرک خودت کار میکنی؟ بله سر. چقدر وقت میشه؟ یو پنځم میاش روانه ده ان شاء الله، کارم شروع کړه ده په دغه منطقه کې. نوم یې اسد الله وفا ده، در ځان کې ما د شمشاد کوسی اوسیدونکی یم. نو موږ ډیر زیات خوشحاله او مخکې سرکونه نه ول، سرک په یو مشکلاتونه ډیر زیات ول. نو اوس په الحال سرک جوړېدو باندې ان شاء الله یو څو پیسې د کار خلاص شوی دی، نو لږ وخت پاتې دی ان شاء الله ډېر ژر به خلاص شي. او څومره کسان دلته کار کوي؟ دلته د منطقې نه ټول کسان کار کوي، تقریبا سو پنځلس شل نفره کار کوي لګیا دي. او څو روپۍ اخلي؟ څه یو روپۍ؟ څلور سوه روپۍ دي، چې یو ډوډۍ هم دی ورکوي. نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو، ماشاءالله شاروالۍ نه مننه کوو، اسلامي اماراتو نه مننه کوو چې دغه سینیک نه کارونه په مخه چولی وي، په خاطر د دې چې سره به خلک مصروفیت ولري، د غلا او چورو چپاو نه مخلاص شي. دا ډېر ښه اقدام دی او ډېر ښه کارونه دي. او څومره کورونه دلته وران شوی؟ دلته خو په مجموعي ډول سره شاوخوا سې اتیا شاوخوا کورونه ول، او خلکو ته خپل مصارف ورکړي دي. مصارف ورکړي؟ بله سر. او دلته ټول ځمکې شخصي ځمکې وو؟ بله سر. او څه پیام لري؟ مننه، پیام مې دا ده چې اسلامي اماراتو نه دغه پیام دی چې نیک دی کارونه او ښه ښه کارونه پر مخ بوځي، په دې کې به خلک مصروفیت ولري، د غلا او چورو چپا او نشه یي توکو نه به پک خلاص شي. زه خپله خوشحاله یم ډېر زیات، د دغه هلته کار کوم او ډېر زیات خوشحاله یم. واقعیت خبرې مننه، خوشحاله اوسې. ډېره مننه. بیندای عزیز، از اینجا به شما تصویر می داشته باشم. سرک فعلا تقریبا آماده ریختن قیر است و بدون شک یکی از سرک‌های خیلی استاندارد خوب است. شما می‌بینید یک لایه‌ای که من ساده استم اینجا مکمل کنش، مو چی میگن میدگی سنگ است یا مو جغل است، و از او بالاترش هم جغل مخصوص به خاطر قیرریزی ریخته شده که خیلی هم زخیم و دبل است، و فعلا هم لنگرها بالا جان میره تا اینکه خوب تخت شوه و آماده قیر شوه. با گفته انجینیر مربوطه گفت انشاءالله در همی آینده نزدیک
قیریزی لایه اول از سرک هم شروع میشه که بدون شک یکی از سرک های خیلی استاندارد عالی است. دو سرک داره، مابین هم گلدان است، دو طرفش هم سرک های فرعی بخاطر موترسایکل و بایسیکل، و در این حال یک گلدان هم اون طرف هست. جوی های کلان هم در نظر گرفته شده بخاطر پیشرفت، جوی های کلان هم در نظر گرفته شده بخاطر از اینکه آب اینمی سرک و زمین ساحه و منطقه و بیجا سهولت از این ساحه رد شوه. و بدون شک که ما این سرک دیدم یکی از سرک های خیلی خوبی است، و بدون شک کارهای شاروالی کابل اگر ما ببینیم در هر ساحه و هر منطقه خیلی عالی و خیلی خوب است. امیدوار هستم به زودترین فرصت این سرک هم کارش تمام شوه، و تا باشه که مردمان محل هم از مشقتی که فعلا در این مسیر رایشان یک جوی کلان سرش پوشانیده شده و این مسیر مکمل بر روی ترافیک بسته است، مجبور مردمان محل اون رقم از سمت دیگه بالاخره به طرف سرک برند. ما هم با هموطنان صحبت های می داشته باشیم، پس داخل گزارش ما را همراهی کنید. بیندای عزیز، در کنار ما انجینیر لابراتوار همی پروژه است. ای که از دید تکنیکی این پروژه چگونه است از انجینیر سه میشیم. انجینیر سه سلام، وقتان بخیر. وعلیکم سلام، جوړ بخیر. شکر الحمدلله. انجینیر سه مثلا در رابطه با استقامت سرک بر ما بگوین که چقدر واقعا محکم است ان شاء الله. ان شاء الله سرک ډیر محکم جوړیږي، او دا باندې موږ ټیسټونه اخلو. دې کمپکشن چې دا دا نه نوی او سل پیسره باید کمپکشن وخوري، دا غرولې پتاویږي او باور کوو چې د ماشر وساتي بیا کمپکشن کیږي. بیا موږ راځو د ایف ٹی ڈی په نامه باندې ټیسټ، هغه په اخلو تر څو د مقاومت معلوم شي چې څومره کمپکشن شوی دی او څومره وزن د زغملی شي. اینجاست اینجا چقدر کندمکاری شده. ما میبینیم دو لایه نام خدا کرش انداختین شما دا اینجا. خدا خود در تکنیس شده دلتا اکثر از زاینه چیدی در لیول مطابق موږ روانیو، چې لیول په کومه ساحه کې 15 سانتي ته 30 سانتي پورې ده. و دلته اول لیار چې شول شوه 15 سانتي ده، او دوم لیار هم موږ چې 15 سانتي ده، تقریبا راځي 1.5 سانتي. په دوی کې بیا کمپکشن خوري پاتې کیږي 25 سانتي یا 20 سانتي. انجینر صاحب، در رابطه با اینمی جوی ها بر ما بگوین. این جوی ها یکی از مشکلات عمده سرکایی است که همون جوی است اما آبش نمون برای بسای اساسی. شما چقدر این موضوعات در نظر گرفتید که از همین سرک آبش به بسیار سهولت برای دا لپاره؟ خو په دو باندې موږ سکور سره طبقه چې دا د آخري طبقه ده، په دو باندې پرینکوټ کو. ها، پرینکوټ دوی لپاره په کوچ د خلا وی چې دو ځای کې رامنځته کیږي، دوغو مخه ونیسي، او د اسفالټو یا موږ ورته وی ټی بی دوغو سره د بسکور سره دوغو ترمنځ چسپت رامنځته شي، یو بل سره سریک شي، نو دا چول کیږي تقریبا 10 یا 12 سانتي. دا چې به کمپکشن ورکو 10 پاتې کیږي، اور دغه د جوی سره برابرۍ کې د لیول مطابق او به جوی ته ورزیب سي. یعنی اوش مبره ان شاء الله؟ نه نه ان شاء الله نه. نه مبره؟ نه نه. وا اوش نه مبره مګه دغه. سلام علیکم. سلام علیکم بدر، خوب هستی؟ بخیر جان. خوب است، بخیر است. جان جان جور باش. او سرک میگه نه مبره؟ انجینر صاحب خوب اسکوپ می او سرک نه مبره. وقتی که او سرک نه مبره دغه سرک تخریب میشه. باید او سرک مبره. حتماً نفهمید. حتماً نفهمید. ما داری میگفتیم پشتو میگفت. ما داری میگفتیم پشتو میگفت. سرک باید که اگه چی زور میکنم های پشت واری که اوش برای طرف جوی. با دو وقت سرک تخریب نمیشه. کدام سال زندگی میکنم؟ ما دامی بلاک 14 زندگی میکنم. حالا از دکی سرک بر تان نزدیک هست؟ آه، این سرک بر ما نزدیک. پارک زازای بر تان نزدیک؟ آه، یکان چرک چکر پارک زازای را میزنیم. میریم که بخیر سرک جور شوه. خب خیر انجینر صاحب نفهمید. سرک مای پشت است. او بغل هم سرک جور میشه، مای پشت جور میشه. وقتی که سرک جور شد آب باشه، آبش طرف جوی میره. اونجا باید جای جایا دادیش یا طرف جوی در میره که سرک مای پشت باشه، باران شد و آب در جوی میره. چقدر خوشحال هستین از ایجادی سرک؟ ما از ایجاد سرک بسیار زیاد خوشحال هستیم. که بخیر در وطن ما آبادی بیا و سرک های ما جور شد و وطن ما جور شد. هر جوان ما در وظیفه خود وظیفه اجرا کنه، وطن خود آباد کنه. اگر جوانای ما دا وطن خود باشه، تعلیم خود دا وطن خود کنه، وطن ما را آباد کنه، همین جوانای ما وطن خود آباد میکنه دیگه. جوانا نمه
امی از ملک خود ما هر جوان خارجی ها برچی بر ما آباد کنه؟ خارجی ها ما رو تخریب میکنه که ما خود ما وطن خود جور نکنیم، خارجی بر تو کار نمیکنه. نمونه شدید نیته گذشته، در مثال گذشته یکقدر عمر نمانه دلار آمد کلگیش به جای رفت. حال خداوند وطن ما را جور کنه. امارات اسلامی افغانستان آمده است، خدای پاک برقرار داشته باشیش که با وطن خود خدمت کنه. و ما از هر وطندار خود خواهش میکنیم که درباره این چیز که امارات اسلامی کمک کنه که امارات اسلامی بخیر با پای خود استفاده شد و وطن ما جور شد. خیر از این انجینر صاحب چیز نکنید، نفهمید این چیز مای پشت است، او طرف و می طرف ما با این گلدان است. صحیح این مای پشت است، وقتی سه گیره کم باران شد و طرف جوی خودش میاد جوی مستقیم آمو برد. از انجینر صاحب که خود خود تشریح میکنید. والا چی کنیم برادر، من خودم در پاکستان بودم، در مهاجرت بودم، تعلیم من اونجا کردیم تو سن بدا و این انده چاره بود. خواه کراچی دارم، کار کراچیوانی میکنم دیگه، چی کنیم؟ شما کراچیوانا که هستین زیاد مردم چی ناحیه را آزار میتین، سر سرک اومی سبزی را مفروشین، بازگندش هم در جوی مندازین؟ نه، ما را مستقیم در اون بغل جای داده و نموز را بغل میبینید روی مارکت که هست نموز ما نایی 12 انشالله کار صحیح میکنه با ما. ما که پورا میشه ما رو تعرفه میده، میریم کرای خدا داخل میکنیم و کار خدا در جای خود میکنیم. کجا بریم؟ این طرف و طرف؟ این طرف تر بریم که همین سرک این نایی 22 است و اون نایی 12 است. این نایی ما در نایی 22 است و اون نایی 12 است. ما اون طرف نایی 12 استیم، ما را جای ما را بسیار با ترتیب باشی جور کرده. ما با ما بر ما طرفه می، ما با ما کرای خودم میتیم، کتابچان با ما داده. خودتون تکان میخوری؟ آه ما خودم هم تکان میخورم. چرا؟ چرا که بعضی زمین همیشنه نه همین لودر میگردنه که کشی نه و مستقیم صحیح سرک جور شوا. شما را خداوند عزت بتا بخیر سرک. همراه شما تا جوانی تان برکت باشه، همیشه افتخار میکنیم و همیشه جور باشه، صحتمند باشه. بینندای عزیز ارجمند، قسمی که انجینر صاحب تشریح کردن و برادر ما، یکی از استانداردترین سرک های کابل به حساب میان و بدون شک که از یک طرف هم آب ریخته میشه و طرف دیگه هم لنگر خیلی با خوبی روان است و این ساحه هم خوب محکم میسازن. و ما هم خواستیم که از چگونگی کار اینمی پروژه بزرگ برای شما عزیزان یک برنامه داشته باشیم. امیدوار هستم برنامه امروزی ما تا مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه های بعدی که بنده غلام صادق فقیری جمع همکاران و خاصتا همت شینوار در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خداوند لایزال امانت میگذارم. وقت خوش، ایام برکم.